فارماکولوژی دو تاپیک دراگتریتمنت فور نورو دیجنراتیو دیزیز. اولین بیماری پارکینسون دیزیز. دیفینیشن: پارکینسون از پروگرسیو دیجنراتیو اکستراپیرامیدال موتوریک دیزوردر. پروگرسیو دیجنراتیو اکستراپیرامیدال موتور دیزوردر مینلی آکر این ده الدرلی. مولتی فاکتوریال اوریجین داره. مولتیپل تراپی ایز نیدد. مولتی فاکتوریال اوریجین داره و مولتیپل تراپی ایز آلسو نیدد. کلاسیکال تریپل سیمتوم: رستینگ تریمور، در حالت حتی رست میگم طرف تریمور داره، ریجور یعنی اینکریز ماسکولار رزیستنس اگینست پسیو موینگ، پس ریگور یعنی سفت شدن، میگه یعنی اینکریز ماسکولار رزیستنس اگینست پسیو موینگ. هایپوکینزیا یعنی حرکت کلن طرف نمیتونه زیاد حرکت بکنه. اند برادی کینزیا، هم هایپو یا برادی کینزیا: دیکریز موتیلیتی، دیفیکالتی این موومنت اینیشیشن، سخت میتونه بلندش از جاش، ترمینیشن اند چنجینگ دایرکشن، اسلو واکینگ، اسلو واکینگ مایت بی دمنشیا، به علاوه این که مایت بی دمنشیا میتونه منجر به زوال عقل بشه. بعد گفته که اتیولوژی، سبب شناسی پارکینسون: نو هریدیتاری تندنسی، انوایرومنتال فاکتورز آر مور لایکلی تو بی اینوالو، بیشتر انوایرومنتال فاکتور. موست کیسز آر ایدیوپاتیک، بیشتر دلایل ناشناخته است، وایروس انسفالوپاتی میتونه باشه، یا سربرال ایسکمیا، کربون مونوکسید اینتوکسیکیشن، تروماتیک برین دمیج، اندوجنوس اور اگزوجنوس نوروتوکسین، پاسیبل اوتو ایمیون و مکانیزم و مکانیزم های اوتو ایمنی، نوروتوکسین های اگزوجن و اندوجن، دمیج به برین، کربون مونوکسید اینتوکسیکیشن، ایسکمی مغزی، ویروس انسفالایتیس و موست کیسز آر ایدیوپاتی. پارکینسونز سیندروم یا زدو پارکینسونیسم گفته پارکینسون سیندروم، اون پارکینسون دیزیزه، این پارکینسون سیندروم. گفته the same symptom but reversible، زدو پارکینسون ریورزیبله، not a neurodegenerative disease، این دیگه neurodegenerative is، نورونا خراب نشدن توی سیندرومش که ریورزیبله. نورولپتیک گفتیم یعنی آنتی سایکوتیک دراگ ها، فور اگزمپل کلوروپرومازی میشه استفاده کرد، یا رزرپین، دیکریز سربرال دوپامین کانتنت، و متوکلوروپرامید که متوکلوروپرامید و دومپریدون که بلاک میکنن دیوانو دی تو رسپتورو، متوکلوروپرامید دومپریدون که چی میکنن بلاک میکنن دیوانو دی تو. همین الان داشت بمیگم متوکلوروپرامید دومپریدون آنتی امتیکن و آنتی سایکوتیکن هستن، اوکی، چون بلاک میکنن متوکلوروپرامید زده تحوه زد سایکوز هست، الان داره میگه زد چی پارکینسون، زد و پارکینسونیسم هستن چون بلاک میکنه دیوان دیتو رو. یادت من همین دو ساعت پیش کنم هیستوری پارکینسون دیزیز اکسیدنتال ابزرویشن در سال 1982، سیویر پارکینسون دیزیز لایک سیمتوم ور ابزرو این یانگ دراغ ادیکت، فروزن ادیکت سیندروم، دیپندن آن پتیدین، بر اساس چه داری؟ پتیدین که دارو که نم، داروی مواد مخدر پتیدین که هروئین ریپلیسینگ اوپوید آنالجزیک بوده، هروئین ریپلیسینگ اوپوید آنالجزیک، ها دارو بوده آنالجزیک بوده، یعنی برای هروئین میدن کسی که هروئین رو بزن ترک کنن، هروئین ریپلیسینگ اوپوید آنالجزیک اگین، آره گفته اسمش چی بوده، اسم سندرومش رو گذاشتم فروزن ادیکت سیندروم. دلیل: نورال دمیج ایندیوس بای ده ام پی تی پی وان متیل فورفنیل 1-2-3-6 تترا هیدرو پیریدین. دلیلش چی بوده؟ نورال دمیجی که ایندیوس شده بای ام پی تی پی یعنی متیل فنیل تترا هیدرو پیریدین، اوکی؟ کانتامینیشن، پس آسیب به نورون ها توسط MPTP contamination. ایتس متابولیتش هست MPP مثبت، اوکی؟ یعنی متیل فنیل پیریدین مثبت که تتراهیدرو هیدروژنش ها از دست داده، بچه هیدروژن از دست داده بارش مثبت شده رو نمیدونم. بعد گفته irreversibly destroyed نیگرو استراتیال دوپامینرژیک سیستم،
به صورت ایری ورزیبل خراب میکنه نیگرو استاتی دوپامینرژیک سیستم. The metabolism is catalyzed by the MAO-B enzyme. The dopaminergic cell selectively take up MPP مثبت with an active transport mechanism. It destroys their mitochondrial active transport mechanism. It destroys the mitochondrial activity, oxidative reaction, macroergic phosphate, macroergic phosphate production and produce an oxidative stress, selectively destroys neuron on the nervous system pathway. دلیل پارکینسون رو داره توضیح میده. MPTP اومد آلوده کرد دمیج زد به نورون ها، بعد به سطح ایریورزیبل دیستروی کرد نیگرو استراتیالا یعنی جسم سیاه ها. اوکی بعد که جسم سیاه چیزش کرد متابولیسماش شروع کردن کاتالیز کردن ماوبی، یعنی ماوبی رو از بین بردن. بعد دوپامینرژیک سل به صورت سلکتیولی اومد دوپامینرژیک سل ام پی پی مثبتو چیکار کرد؟ تیک آپ جذبش کرد ویتن اکتیو ترانسپورت با واسطه انرژی جذبش کرد. بعد چه اتفاق افتاد وقتی که این جذبش کرد؟ کجا بودم؟ آفر اینا جذبش کرد بعد گفته حالا این خراب کرد میتوکندریای خود دوپامینرژیک سلو با اکسیداتیو ریاکشن، یعنی ام پی پی مثبت وقتی جذب دوپامینرژیک سل شد میتوکندریا رو زد خراب کرد. اوکی بعد ماکرو ارژیک فوسفات پروداکشن و پرودیوس ان اکسیداتیو استر وقتی سلکتیولی دیستروی کرد نورونای تو نرو سیستم پس بیو. پس اول ام پی تی پی میاد دمیج میزنه به نورونا، بعد دوپامینرژیک سلا ام پی پی مثبت گرفتن، حالا که ام پی پی مثبت گرفتن ام پی پی مثبت میتوکندری خود اون سلا خراب کرد، پس میاد همه نورونا رو شروع میکنه چی خراب کردن توسط اکسیداتیو استرس. حالا ما او بی اینهیبیتور اند اور اپتیک اینهیبیتور پریونس ام پی تی پی ایندیوس توکسیسیتی. اگه ما او بی اینهیبیتور بدیم اینجا خودش گفته ماوبی که اصلا اینهیبیت میکنه، نه گفته ده متابولیسم ام پی پی مثبت از کاتالایز بای ماوبی. حالا اگه ماوبی اینهیبیت بشه دیگه نمیتونه کاتالایز بشه. بعد گفته که مثل داری سلژلین که سلکتیو ماوبی اینهیبیتوره و اینهیبیت ده سینتزیس آف ده اکتیو متابولیت. ایتس متابولیت از آمفتامین، مثلا این متابولیت اسمشون از آمفتامین متیل آمفتامین اینهیبیت ده آپتیک آف ام پی پی مثبت. آمفتامین و متیل آمفتامین چیکار میکنن؟ اینهیبیت ده آپتیک آف ام پی پی مثبت این تو دوپامینرژیک ترمینال، این تو ده دوپامینرژیک ترمینال. کیا آمفتامین و متیل آمفتامین اینهیبیت کنن آپتیک ام پی پی مثبت در دوپامینرژیک ترمینال. اما پاتولوژیکال مکانیزم برای کی؟ دوپامین کانسنتریشن دیکریز این ده بیزال گنگلیا سلکتیو دیجنریشن آف ده دوپامینرژیک نورون این ده سنترال این ده SN. SN یعنی سمپاتیتیک نرو سیستم آن ده سیناپس این ده سیناپس آن ده دوپامینرژیک نرو ترمینالز این ده کورپوس استراتوم نوروپینفرین و سروتونین لیول آلسو دیکریز. پس دوپامین کم میشه، روپینفرین کم میشه، سروتونین داره کم میشه، نورونای دوپامینرژیک دارن کلان از بین میرن. گفته حالا این بالانس آف ده کولینرژیک دوپامینرژیک سیستم، حالا کولینرژیک دوپامینرژیک سیستم دیگه این بالانس میشه، اون وقت دیکریز دوپامینرژیک تو باعث هایپوکانزیا میشه. گفت کمپلکس نوروکمیکال دیزوردر ها استیل کولین نوروپینفرین سروتونین گابا آر آلسو دیکریز آدر سیمتوم ایجاد میشه. حالا این شکل داره چی میگه؟ یعنی بالانسش تو اون شکل دوپامین کم بود اونها زیاد بود همه. آره دیگه نه همه کم هم استاتیکولین زیاده. خب ولی اینجا ببین حالا اینجا میگه سابستنس یا نیگرا تولید دوپامین میکنه، درسته؟ دوپامین میره تو کورپوس استراتیوم با استاتیکولین، با استاتیکولین رسپتور با پس این ده تالاموس اطلاعات میده به کورتکس میده به اسپاینال کورد آوتپوت تو ده ماسل. از طرفی گفته که تو هانتینگتون کوریا رابطه بین گابا سابستانسیا نیگرا و کورپوس استراتیوم قطع شد. حالا استیل کولین اطلاعات تو هسته گابا میده به سابستانسیا نیگرا. درای نمیدهست بس نیست این مهم میدادم پس دوشک توضیح میداد. خب این میده به این
اینجا اسید دیکوی این ترشتر میشه بخواه به این پس به این میان رو تو کورتکس کورتکس میان اوکی شیخه یکی دو رفته تو میانش کجا میبریشون بچه هست بریم یاد بکنید این هانتینگتون چیه؟ بیماری هانتینگتون کوری رابطه بین استیل کولین از کورپوس استراتوم و سابستانسیونیک از گابا ریخته رو کلینیکال سیمتوم استارت ایف ده نامبر آف دوپامینرژیک نورون دیکریز تو 20-40%. کلینیکال سیمتوم ها وقتی دوپامینرژیک نورون ها میرسه به 20-40% شروع میشه تازه. دلیل تیری کانتر رگولیتوری مکانیزم کامپوننت دیکریز آف دوپامینرژیک نورون. سه تا کانتر رگولیتوری مکانیزم وجود داره که کامپنسیت میکنه کاهش چی دوپامینرژیک نورونا. هایپر اکتیویتی آف ده ریمینینگ دوپامینرژیک نورون اینکریز دوپامین سینتزیس اینکریز ترن اوور آف دوپامین اینکریز نمبر اند سنسیتیویتی آف دوپامینرژیک دیوان رسپتور رسپتور آف رگولیشن دیوریشن هایپر سنسیتیویتی داون رگولیشن دیورینگ لوودوپا تراپی. یعنی چی؟ هایپر اکتیویتی آف ریمینینگ یعنی همش از بین رفت، اونایی که باقی میمونه هایپر اکتیو میشه. اوکی اون وقت اینکریز میخواد بکنه دوپامین سینتزیز، اون وقت اینکریز میکنه ترن اوور دوپامینو. اینکریز نمبر اند سنسیتیویتی آف دوپامینرژیک دیوان رسپتور رسپتور آپ رگولیشن رسپتور داون نمیشن آپ بعد تعدادشون زیاد بشه، اون وقت دیوریشن هایپر سنسیتیویتی شاید بیاره. بعد داون رگولیشن دیورینگ لوودوپا تراپی. لوودوپا کارش چیه؟ اگه لوودوپا بدیم که دوپامین جبران بشه وقتی که تعداد رسپتورها زیاد نمیشه داون رگولیشن. ما باید آف رگولیشن کنیم، یعنی ببین خودت بدن شروع کنه آف رگول کردن خودش. اوکی بعد ما دیگه خیلی کمه، بازم کافی نیست، ما میشه میگم لوودوپا دادم وقتی این باعث میشه که داون رگولیشن تعداد زیادی زیاد نشه کم باشه. Mainly excitatory dopamine 1 and inhibitory dopamine 2 receptor are expressed in the striatum. Few dopamine 3 و dopamine 4 هم همچنین. Decrease dopamine inactivation by decrease reuptake degenerated nerve terminal. این inactive شد، کاهش inactive کردن دوپامین توسط کاهش reuptake بازجذب انجام میشه. پس بگو decreased dopamine inactivation by decreased reuptake. هرچی کمتر بازجذب بشه کمتر دوپامین اینکتیو میشه. چرا؟ گفته degenerated nerve terminal کمتر بازجذب بشه. خب اولا بازجذب دوپامین باعث چی میشه؟ خب اگه دوپامین بازجذب بشه دیگه دوپامین بیرون اثری نداره، پس اگه دوپامین بازجذب بشه دیگه بازجذب شد دیگه اثر نداره دیگه. The aim of this mechanism maintaining dopaminergic transmission despite the progressive neuronal damage. هدف چیه؟ مینتین کردن dopaminergic transmission برخلاف چی؟ progressive neuronal damage. It's very efficient. Therefore the clinical symptom of Parkinson's disease occur in the late phase of the disease. خب حالا اینجا pharmacological treatment drug affecting dopamine concentration of the brain substitution therapy. اولین دارو لوودوپا اسم دیگه‌اش هست، بعد گفته gold standard even nowadays most effective drug but does not influence the progression of the disease. جلوی پیشرفت بیماریو نمیگیره. دوپامین is not able to penetrate into the brain. Only is a precursor L-dehydroxyphenylalanine can cross the blood brain barrier and it's decarboxylated there to dopamine. میگه L-dehydroxyphenylalanine میره داخل مغز و تو مغز با آنزیم نمچچی میشه دوپامین. یعنی خود دوپامین مستقیم نمیتونه بره داخل. با آنزیم دکربوکسیلاز. دکربوکسیلاز. این ده نروس سیستم، دوپامینرژیک سیستم، ایتس استیمولیت ده اینهیبیتوری دی 2 اند آلسو دی 1 رسپتور ویچ آر استیمولیتوری آن گابانرژیک اینهیبیتوری اینترنورون. پس ده نروس سیستم
اوکی دوپامینرژیک سیستم اینهیبیتوری استیمولیت میکنه، اینهیبیتوری دی تو و استیمولیت میکنه دیوانه استیمولیتوری رو. کارا اینهیبیتوری کیه گابانرژیک، اون استیمولیتوری کیه گابانرژیک اینهیبیتوری نورون. این استیمولیت کردن گابانرژیک اینهیبیتوری نورون یعنی در واقع مهار شدن گابا، اما اینهیبیت گابانرژیک اینهیبیتوری اثر پوزیتیو داره. اینهیبیت آف چی؟ این اینهیبیتوری میشه پوزیتیو، یعنی دی تو باعث شد که گابا زیاد بشه، دیوان منجر میشه که گابا کم بشه. دوپامین رسپتور آر آلسو ایمپورتنت این ده مزولیمبیک اند توبرو اینفاندیبولار سیستم. دیوان تا دی پنج اونده دی تو آر اینهیبیتوری، دی آدرز آر استیمولیتوری. فقط دی تو و دی پنج اینهیبیتوری هم، بقیه همه استیمولیتوری هم و با جی پروتئین کاپل شدن. قبول؟ حالا کینتیک این داروها چیه؟ رپید جای ابزوربشن دیلید بای پروتئین ریچ دایت، اکتیف ترانسپورت از آلسو ایمپورتنت، پیک پلاسما کانسنتریشن 1 تا 2 ساعت، افتر پر اوس ادمنیستریشن تی هالف از 1 تا 3 ساعت، گریت اینتر اندیویدوال دیفرنس اونلی 1 تا 3% ریچز دی سی ان اس افتر اورال ادمنیستریشن، دی ماجوریتی از دی کاربوکسیلیتد این دی پریفری plus metabolized by the MAO-A in the intestinal mucosal cell. Large doses are needed because of the bad oral bioavailability. چون bioavailability کمه، large dose بخوره. Combination with peripherally acting DOPA decarboxylase inhibitor decrease levodopa requirement by 75%. اگر کامباینش بکنیم با peripherally acting DOPA decarboxylase inhibitor، اون وقت دیکریز کردیم لوادوپا ریکوایرمنت رو با 75%. من نمیفهمم کامبینیشن بیت پریفرال اکتینگ دوپا دکرب اینهیبی دکربوکسیل یا دکربوکسلاز اینهیبیتور دیکریز د لوادوپا ریکوایرمنت. بعد گفته رنال اکسکریشن تریمتوکسی فور هیدروکسی فنیل استاتیک اسید هومو وانیلیک اسید دوپاک دی هیدروکسی فنیل استاتیک اسید. نمیدونم چی بعد در تو با لوادوپا چی داشته ساید افکت دوپا خود دوپا رو میخواد بگیر شکل چی داره همه. فقط گفته که لوادوپا میاد بیشتر 70% میره تو گات، 30% میره تو بلاد، از این 1% میره تو مغز، 27-29% میره برای چی؟ پریفرال تیشو توکسیسیتی. اون پایین هم گفته لوادوپا دوز میاد، لوادوپا وید کربیدوپا همراه با کربیدوپا تو گات 40%، تو خون 50%، 10% چند میره تو برین، یعنی بیشتر از خود چیزه. اون وقت باعث متابولیسم در جی آی تک میشه ولی بقیه پریفرال تیشو توکسیسیتی میاره. خب دیگه خسته شدم. حسن شدی؟